سلام براش گل، چطورید؟ خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید. براش اومدم ترکیبایی که فرستادید داخل اینستاگرام بررسی کنم. بعدم چی بریم سراغ ویدیو، لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگ براش هم بزنید. بریم سراغ ویدیو. خب براش اولین ترکیب از پدرام و خیلیاتون اسماتون رو ننوشته بودید واسم و من از همون اسم پیجتون که خلاصه کردم اسمتون رو و گذاشتم و اینجا بهتون میگم. خب از پدرامه و احتمال زیاد که خودتون بشناسید ترکیباتون رو و بریم اول از دروازه‌بان که اولیور کانه. این اولیور کان اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم و اینو عوض کن و اگه تونستی یه دوناروما استاندارد بذار یا اگه دروازه‌بان دیگه داشتی مثل حالا فیوچرت مثل رمزدیل خوبه از همین باکس فوتویی که این هفته اومده و حالا بیشتر من دوناروما استاندارد رو بهتون معرفی میکنم. خب حالا بریم برای دفاعات. بنداکت خوبه و این درمیس یه همچین اسمی داشت داخل شاپ، بخش شاپ و از پوینت گرفتیش که اینو یه جورایی سوتی میده و اگر میخوای شیشتاین باشه مدافعات اینو بردار و بذاشی روبن دیازی یا میتونی ازش رودیگر باکس نومیتیت رو بذاری که یه زمان اومده بود با 5 ستاره میشد بگیریش، ولی خب اگه نداری همون روبن دیاز رو برو از بخش شاپ بگیر داخل منسیتیه و ارتقاش به 2.97 میشه و این فنداکت هم اشتباه انگار ارتقا دادی و 96 بعد اینم 97 بشه و دفاع چپ و راستت هم عالی ان. آرنولد و ژوآو کانسلو میریم جلوتر و اونجا رودری رو میبینیم که دی ام اف استفاده کردی خوبه و میریم برای بالاتر و ای ام افت خوبه، ای ام اف این ور که مسی هم استانداردش خوبه. و فقط یه نکته بهتون بگم، این نیمار نسخه نیمار برای ای ام اف، اگر توی ای ام اف ازش استفاده کنی خیلی بهتره تو به ال دبلیو اف و این سونت هم فوق‌العاده است، بهترین کارت سونه. اینو بیاری به LWF بهتر بازی میکنه واسه تو و لواندوفسکی هم که خوبه لواندوفسکیت و اگر بتونی جای رودری لمپارت یا اسکولز رو بیاری بذاری لمپارت بهتره، اسکولز رو بیاری بذاری اونجا و سی ام افش کنی برات جوابگوه. و نیمه دوم هم میتونی هالند رو بذاری جای لواندوفسکی و میتونی رونالدو هم بیاری یا RWF نیمه دوم یا LW امباپه هم که حالا جای هر کی دوست داشتی بیار. بریم سراغ ترکیب دوم که از PSG که اسم پیجش PSG بود و متاسفانه خیلیاتون نمون بهتون گفتم که خیلیاتون نفرستاده بودید و دروازه‌بانت یان زومره، روبن دیاز اوکیه و این دوتا برای خط یعنی سه دفعه بازی کردن این دوتا کلن فلجت میکنن و اینا رو حتما عوض کن. توی ترکیب بررسی ترکیب قبلی گفتم فندایکو بیار و حالا یه مدافع دیگه مثل رودیگر بیار که خیلی براتون جوابه. بریم جلوتر، این ترکیب فورمیشن تو کلن به نظرم عوض کن، خیلی مشکل داره این فورمیشنت. میتونی 4-1-2-3 بذاری که 4 دفعه بازی کنی و دی ام اف همون 4-1 همون یکه شوامنی رو بذاری دی ام اف بذاری و دوتا بالا که ای ام اف و وندروارت و پدری رو بذاری و کولوزفسکی هم بیاری برای حالا تعویضی یا آر دبلی اف بذاریش و کلن اون دوتا بازیکنات خوبن مثل امباپو لواندوفسکی و تعویضیات هم که نفرستادی. این هم از تحلیل بررسی تو آقای پی اس سی. بریم سراغ ترکیب سوم از پویانه. دروازه‌بانت عالیه و باستونی فوق‌العاده، مارتینیوش هم بد نیست و دفاع چپت هم خوبه، آربیت هم که کیمیچه و نسخه کیمیچه همین نسخهش هم آربی ساخته شده و میریم برای سی ام اف که فودن توی سی ام اف خوب بازی نمیکنه، توی ای ام اف و آر دبلیو اف خیلی بهتر بازی میکنه تا به سی ام اف. اینو حتما تغییر بده، یه رودری یا یه کاسمیروی چیزی بذاری، البته کاسمیروی نومباچ نومتک که با 5 ستاره میشد بگیریش و
AMF این مسی رو بهتون پیشنهاد کنم توی تحلیل‌هایی که کردم. این مسی توی RWF خیلی بهتر تا به AMF بازی میکنه و اینو بهتون پیشنهاد نمیکنم اگر توی AMF گذاشتید بردارید ببرد توی RWF یا SS بذارید. و نیمارت هم که خوبه، نیمار توی AMF خیلی خوب بازی میکنه این نسخهش. و سون هم که فوق‌العاده است دیگه، بهترین کارت سون در ای فوتبال و از طرف قاره میتونیم بگیم آسیا یه دونه کارت 100 دیدی. بریم سراغ ترکیب چهارم آریان که یعنی کیفیت اکسس هم خیلی خوب نیست، سعی کنید کیفیت بالایی بفرستید که بتونیم راحت تحلیل کنیم. دروازه‌بانت به درد نخوره، این نسخه الیور کان که از باکس شاپ گرفتید اصلا استفاده نکنید. فنداکت خوبه، بونوسی عوض کن و آربیت هم که تیمیت آربی بازی خوب انجام نمیده، فقط اون نسخه کارتی که توی ترکیب قبلی گفتم اون نسخهش فقط توی آربی جوابه. و جلوتر هم که دیپول و میتونیم بگیم پدری اوکی هن، آلی هن و LMFت هم فکر کنم فودن باشه و RMFت هم امباپس و کلن قاطی کردم و فکر کنم کلن تو سانت بازی میکنی، ولی خب فکر نکنم نسبت به مهاجمایی که داری مثل مسی و سون قد کوتاهن سانت نمی کنی. اگر سانت نمی کنی جای این دوتا رو عوض کن که بتونی راحت بکشی سمت چپ و راست و بتونی یه شوتی بزنی دیگه از پشت محوطه. و اینجا هم تعویضیات هم دیدار رو بنده بیرون بهتون پیشنهاد میکنم توی بازیتون توی ترکیبتون نیمکت دروازه‌بان نذارید، چون دروازه‌بانتون خسته نمیشه. و دیگه بازهای دیگه ای که هم دارید و مثل برونو فرناندز و اینا، برونو فرناندز توی آرمه بازی نمیکنه. و دیگه این هم از این که میتونی هاورتس هم اگه زیاد سانت میکنی میتونم یه زوج بهت همینجا بگم، هاورتس رو بیاری جای اسس یعنی جای مسی، هالند هم بذاری جای سون که راحت بتونی سانت کنی و گل بزنی. هر دوتاش هم 190 خورده ای قدشون هست اگر از سانت استفاده میکنه، اگر هم زمینی که همین ترکیبت خوبه بد نیست. بریم سراغ ترکیب پنجم، یعنی از امیر اینم زیاد کیفیت عکسش خوب نیست. دیدا دروازه است بذار بیرون، دوناروماای چیزی بذاری خیلی خوبه، دوتا دفاعات خوبن، آربیت خوبه، البیت هم عالی، یعنی این زوز خط دفاعی عالی هن و حتی این آربی و البی فوق‌العاده هن تو ای فوتبال. وسط هم که مثل همین باستونی مارکینیش خوبن، هم زوج میتونیم ببینیم مثل فنداک و دیاز یا فنداک و رودیگر یا دیاز و رودیگر میتونید استفاده کنید. پک انگلیس هم گرفتی و این دوتا جلویت خوبه، فقط بغل هم سی ام اف دی ام اف نذارید چون با هم دیگه قاطی میکنن و خوب بازی از آب خوب در نمیاد. و ای ام اف هم که عالیه و مهاجمت هم که فوق العاده اند، هیچی نمیشه گفت. به هر حال ترکیبت فوق العاده است، فقط دروازه‌بانت تعویض کن که این دیدو اصلا خوب نیست، به 98 اوورال 98ش نگاه نکنید، خوب نیست مشخصاتش. و دوناروما استاندارد بدید بگیرید خیلی واسهتون جوابه. این سراغ ترکیب ششم از اس ام که از پیجش من دیدم اسمشو نفرستاده بود، زومر عالی، روبن دیاز عالی، اوپامکانو به درد نخور که فنداک هم داخل ترکیبات داریم تعویضیت میتونی بذاری. و واکر هم خوب نیست استانداردش که داخل تعویضیات، کندر هم داریم میتونی بیاری بذاری جاش. البیت خوبه، کاسمیری خوبه، فقط AMFات هم خوبه، دیبروینه، پدری هم خوبه. و میریم اون بالا که مسی عالی، جاش عالی گذاشتی، فقط انکونکو رو اونجا نباید میذاشتی و دیماریا رو بیار بذار جاش، انکونکو رو بیار به جای نیمه دوم اگر تونستی بیار جای پدری، یا پدری رو بذار جای کاسمی رو سی ام افش کن و انکونکو رو بذار ای ام اف. و آربیت هم که میتونی کنده رو بذار که بهتون گفتم و سی بیت هم میتونی اوپامکانو رو ببری بیرون، فندایکو بذاری. و اینم از این ترکیب، ترکیب بعدی نداری آقای اس ام. ترکیب هفتم از امیر اچ ام اچ بی و دروازه‌بانت یان زومر خوبه و فوق العاده است، دفاعات و ال بی که داری حکیمی سرعت 99 داره
و میریم بالاتر. سی ام اف هات خوبن، فقط سی ام اف از دیپ روین استفاده نکنید، هر جیس استفاده نکنید و این سی ام اف رو ببر جای مسی ای ام اف و مسی هم ببر آل دبلیو اف، خیلی خوبتر بازی میکنه و دیگه ترکیب خوبی داری به هر حال و دیگه خیلی خوبه دیگه. آفرین. ترکیب هشتم از یونسه، دوناروما عالی، زوج خط دفاعی رودیگر رو باستونی عالی، البی و آربیت، البیت خوبه، آربیت رو عوض کن، آرنولد رو بیار و سی ام افت خوب، ای ام افت رو میتونی حالا اگر فعلا میخوای بهتر باز کنی دیبروینه رو بیار به جای مسی و مسی رو ببر آر دبلیو اف، خیلی خوبتر بازی میکنه. بارها بهتون گفتم آر دبلیو اف این نسخه مسی آر دبلیو خیلی بهتر بازی میکنه و جسوس هم که خوبه، ولی خب میتونی از ولاهویچ استفاده کنی برای ضربات سر و دیگه چی نمیتونم بگم، ترکیب بدی نداری، فقط این تیکه تو دروازه‌بان دومتو بردار از اینجا. ترکیب نهم از محمده، یان زومر در درون دروازه خوبه، مارکینیوش خوب، روبن دیاز خوب، آرنولد خوب، کانسلو هم خوب، دی ام افت خوب و ای ام افت هم خوب، ال ام افت و آر ام اف، فقط ال ام اف زیاد از نیمار استفاده نکنید، آر ام افت هم بد نیست و این لیاو زوجه، این لیاو بذار ال ام اف، آر ام افت هم کمان کن و رومینگی هم که هم دارید میتونی امباپه رو بذاری جای لواندوفسکی هم نیمه دوم بیاری، خیلی مهاجم داری و حالا بتونی یه چند تا بازیکن دیگه اضافه کنی خیلی بهتر داخل نیمکت، چون اوسیمن هالند و اینا هم خیلی داری و به هر حال ترکیب بعدی نداری. ترکیب دهم از عرفانه، دروازه‌بانت خوبه، دیفرای مدافعت که یکم لقه ولی خب جوابگوه یه جورایی، مارکینیوش خوبه، البیت هم که بد نیست، آربیت هم خوبه و سی ام اف بارها بهتونم باز گفتم بازم میگم سی ام اف استفاده نکنید از دیبروینه، ببل بالا برعکس باز بیاد، یعنی سی ام افی که دیبروینه که توی ای ام اف بازی میکنه سی ام اف بازی داری و پدری که توی سی ام اف بازی میکنه توی ای ام اف بازی داری، یعنی اینجا اینا رو عوض کن خیلی بهتر میشه. آر دبلیو اف اینا هم خوبن عالین و دیگه ترکیب حق میداری، فقط این مسی اگر میخوای سانتای خوبی کنی از نظرم هالند رو بیاری خیلی بهتره. بریم سراغ ترکیب 11 از امیر ووکه، دروازه‌بان بازم میگم خوب نیست، دفاعات خوبن، رایس هم خوبه توی دفاع استفاده کنید و آربیت هم خوبه، البیت هم خوبه، فقط همون بازم بهتون میگم سی ام اف تو عوض کن، میتونی رایس رو بذاری دی ام اف جای همین فودن، از دی ام اف کنی دی ام اف و ای ام اف هم که لواندوفسکیه خوبه بد نیست، فقط رونالدو تو عوض کنی، رونالدو من به چه امیدی گذاشتی داخل ترکیب، مسی رو ببر بذار سی اف یا البته لواندوفسکی رو بذار سی اف و مسی رو بیار ای ام اف راست بتونی چپ پا بشوته و فودن هم بیار به جای همین اینور جای رونالدو همین اینور چمته چپ ای ام اف. ترکیب دوازدهم از محمد متینه که دروازه اولیور کان رو بندازش بیرون، دوناروما رو بیار و دفاعات خوبن، البیت چون استاندارد خوب نیست یه جورایی، آربیت خوبه، فودن بازم سی ام اف استفاده کردید و اونور آر ام اف چیزه فکر کنم مولره، ال ام اف هم فکر کنم جونیور باشه، وینیسیوس جونیور و این سونتو بیار به جای وینیسیوس جونیور، ولاهویچ هم بیار به جای این رونالدو استاندارد و کارو واسه تون در میاره راحت و اینجا هم میتونید لمپارت هم که اوکی داشت و دیگه کلا ترکیبت بد نیست، فقط این خب موله رو بیار به جای جاشو با فودن عوض کنی بهتره. از امیر سالاره که دروازه خوبه، مدافعت خوبه، آربیت بده، البیت هم یه جورای جوابگوه، سی ام اف بد نیست، فقط لمپارت رو بذاری سی ام اف بذاری خیلی خوبه و ای ام اف هم جای آربی بذار، آر ام اف بذار یا ای ام اف بذار و خب به هر حال ترکیب بعدی نداری. ترکیب 14 هم اسم نداره، دروازه‌بان از پک دربی منچستره بد نیست،
دفاعات کلا ریدن و 4 دفاعات کلا ریدن، دی ام اف ریده و کلا اینور بازیکنات خیلی مشکل دارن دیگه. فعلا یه چند تاشون خوبن که میتونی فندایک و روبن دیاز رو استفاده کنی، استاندارد میگم چون فیوچر چون نداری، همون میتونی با جی پی بخری، جی پی هم که درست حسابی نداری، الویت هم که میتونی از کانسلو، آربیت هم از آرنولد، دی ام اف هم از میتونی حالا فعلا دی ام اف تو از همین استفاده کن و سی ام اف کن و ای ام افت خوبه. اونه که نمیدونم چرا یه سی ام اف یه ای ام اف داری بازی میدی، دوتاشو یا ای ام اف کن یا دوتاشو سی ام اف. اگر ای ام اف کنی خیلی بهتره. آر دبلیو افت خوبه، سی افت هم خوبه و ال دبلیو افت هم فعلا خوبه. ترکیب 15 هم از بنیامین، دروازه‌بانت از پک منچستر یونایتد، بد نیست و واران و راموس اینا، واران شاید جواب باشه ولی راموس وا میده. میتونی از فندایک، روبن دیاز و بازیکن دیگه مثل رایس استفاده کنی. آرنولد خوبه، ال بی هم خوبه، سی ام اف هم بد نیست، ای ام اف فوق‌العاده و اوکی دیگه. ترکیب خوبی داری، مهاجمای خوبی داری، آلدرف بکام، سی اف صد رونالدو چی پک منچستر و ال دبلیو اف کوتوی امباپه که هول پلیر هم هست احتمالاً، یا گل پوچر باشه دقیق نمیدونم ولی خب فکر کنم گل پوچر باشه. خب این هم از ترکیب تو که بد نیست، مهاجمای خوبی داری. ترکیب 16 هم از پدرام که دروازه‌بان خوب، دفاعات فوق العاده، سی ام اف باز از اون استفاده کردی استفاده نکنی بهتره و ال ام اف خوبه، آر ام اف فکر کنم ریوالدو باشه اگه اشتباه نکنم و جای ریوالدو مسی عوض کن. لواندوفسکی خوبه، زیکوت هم خوبه، ای ام اف و لواندوفسکی هالند هم زوج خوبی هست. ترکیب 17 که از مهدی، دوناروماد خوبه، دفاعات خوبن، آربیت رو عوض کن، از آرنول استفاده کن، سی ام اف خوبه، رابسونه و مولر خوبه، ای ام اف هم خوبه، یه جورایی نمیشه کارش کرد و آر ام اف هم خوبه و ال ام اف هم خوبه. ترکیب بعدی نداری. اگه یه سری تغییرات داخلش انجام بدی، فرمیشن تو عوض کنی، سیستم ترکیب تو خیلی میتونه بهتر باشه، از مسی آر دبل اف استفاده کنی خیلی بهتره. ترکیب 18 از بایر مونیخ، اینم اسم پیجش بایر مونیخه، دروازه‌بان بعدی نداری ولی خب اوورال خیلی پایینی داره، مشخص تو پایینی داره، به درد نمیخوره. حالا من درست گفتم بعدی نداری ولی خب یه نگاهی به جی پی ها انداختم، گفتم شاید نتونی بگیری ولی خب از دوناروما استفاده کن بهتره، دفاعات خوبن، دو زوج هلندی و اربیت خوبه، اربیت هم سرعت خوبی داره، سانتای خوبی داره، میتونه جای آرنولد استاندارد 97 بگیره و خوبه. نمیتونم به این گیری بدم ولی خب اگه جی پی داشتی آرنولد استفاده کن برای اوورال بالای، برای البته استرنج تیمت. دی ام افت خوبه، فقط اون جلو نمیدونم چرا این دوتا سی ام اف ها چرا از ای ام اف استفاده نمی کنی و از ال ام افت هم میتونی لیا رو بیاری، آر ام افت هم میتونی ساکا رو بذاری، سی افت هم خوبه، سی اف البته ای ام اف خیلی بهتر بزنی ولی خب همون سی اف بهتره. اینم از ترکیب تو، فقط یه چند تا تغییراتی که گفتم انجام بدی ترکیب خیلی خوبی داری. بریم برای ترکیب 19 هم آریا عباسی، چون تون تون میگم ترکیباتون زیاده 20 تا و زمان ویدیو نمیخوام زیاد بشه، به خاطر اون تون تون میگم. دروازه‌بانت خوبه، دفاعات خوبن، کلا دفاعات خوبن دیگه. این نسخه میتونم بگم رابرتسون خیلی خوبه، مارچینیوش خوبه، انکونکوت خوبه، ای ام اف نیمار خوبه، ال دبلیو اف خوبه. چرا بنزما رو گذاشتی آر دبلیو اف؟ میتونی حالا اینور صلاحو بیاری به جای بنزما و اینجا هم اشمایکل هم داری، میتونی به جای دوناروما بیاری ولی خب اگر از دروازه‌بان دوتا استفاده نکنید بهتره. بخاطر به هر حال خوبه، ترکیب خوبی داری. سراغ ترکیب آخر، یعنی ترکیب 20 از عباسه که رمزدیل بد نیست، دوناروما استفاده کنی بهتره، کلن دفاعت عالی، ال بی، سی بی، سی بی، آر بی فوق‌العاده، دوتا دی ام افات بد نیستن و نیمه دوم میتونی از کاسمیرو استفاده کنی، ای ام افت خوبه، از موسیالا هم میتونی استفاده کنی و آر دبلیو افت هم خوبه، نیمه دوم از دمبله میتونی استفاده کنی، ال دبلیو افت هم خوبه، از نیمه دوم میتونی از سون هم استفاده کنی، سی ای افت هم خوبه، نیمه دوم از
گاب دی جسوس میتونه استفاده کنه، یعنی یه ترکیب کامل داره، فقط یه ترکیه اینجا در بزنان تو عوض کنی خیلی بهتر میشه. خب این هم بود از این ویدیومون، امیدوارم لذت کافی رو برده باشید و اونایی که هم ترکیبشون داخل بررسی نبود ایشالله برای پارتهای بعدی ثبت میشه ترکیبشون، و شما هم که اونایی که هم 20 تا ترکیبتون یعنی 20 نفری که برام فرستادید و نکات رو رعایت کنید و پارتهای بعدی و بعدها بازم یه نگاه به ترکیباتون میندازم ببینم چه تغییراتی انجام دادید. امیدوارم لذت کافی برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.